در واقع ایرانی ها برای مقابله با داعش دخالت کردند زمانی که داعش به اربیل حمله کرد. طبق اطلاعاتی که دارم، آقای قاسم سلیمانی و مشاوران ایرانی عملا مداخله کردند با هدف جلوگیری از حمله به اربیل و همچنین آنها کمک های قابل توجهی به هشت شعبی یا بسیج مردمی در عراق کردند و بخش فعال و کارا در بسیج مردمی هم به طور مستقیم وابسته به ایرانی هاست و حتی مستقیما از ایران دستور می گیرند. ما می گوییم ایرانی ها کمک کردند به جلوگیری از حمله داعش به اربیل، ولی ایجاد هشت شعبی مشابه سپاه قدس ایران در زمینه‌های مختلف از ترکیب و ساختار گرفته تا نظم و انضباط که دولت مرکزی هم به طور کامل کنترل آنها را به دست ندارد و شبه نظامیان درون بسیج مردمی وابسته به ایرانی ها هستند و اوامر حکومت مرکزی را اجرا نمی کنند و حتی نیروهای سیاسی موجود در کشور هماهنگی مسالمت آمیزی با بسیج مردمی ندارند. از دید من فرماندهان بسیج مردمی مخفی و ناپیدا هستند. گردانهای حزب الله، گردانهای ابوالفضل عباس، اصحاب الحق و سایر شبه نظامی های شیعه که تحت عنوان بسیج مردمی فعالیت می کنند در این چارچوب هستند. از دید اهل سنت، مداخلات ایران در امور عراق در مورد احزاب اسلامی و شیعه است و دخالت ایران این احزاب را برای به دست آوردن قدرت بیشتر کمک می کند و احزاب سنی و جامعه اهل سنت را تضعیف و منزوی می سازند. با صراحت بگویم مداخلات ایران در عراق از دید سنی بدون هیچ گونه توازنی است از طرف قدرت‌های دیگر، نه از طرف آمریکا و نه از طرف دولت‌های عربی. به همین دلیل دخالت‌های مثبتی نیستند.